بعد تفاوت خانم کلینتون چیه؟ چه تأثیری میذاره روی وضعیت منطقه ایران و ترکیه؟ ببینید خانم کلینتون یه آدم سیاسیه، اقتصادی نیست. یه آدمیه که به قدرت امریکا نه فقط اعتقاد داره، که میخواد ازش استفاده بکنه برای پیشبرد اهداف ملی خودش یا کشورش. آقای این خانم به اصطلاح مداخله جوست، یعنی اعتقاد نداره که امریکا باید بشینه اون کنار ببینه صدام حسین چی کار میکنه، اسد چی کار میکنه و اینا. من اعتقاد دارم خانم کلینتون از همون 6 ماه اول اسد رو سرنگون میکنه، برق بنی یعنی به شده. شیوه مداخله جو، به شیوه جورج بوش. ببینید من فکر کنم خانم هیلری زیاد به نظر من از جورج بوش تندتره. خود رپابلیکن ها میگن که برای اولین بار دموکرات ها میخوان یه رئیس جمهور انتخاب بکنن که از ما مداخله جوتر و تندتره تو سیاست خارجی و در نظامیگری. به نظر من خانم کلینتون چیزی کمتر از یه نیوکانس پس نیست. میشه گفت با آقای کلینتون هم شباهت نداره سیاستاش دیگه. اصلا نه با شوهرش و نه با اوباما، از هر دوشون تندتره، خیلی تندتره. یعنی هر دوی اینا هر دوی اینا آرومتر و به اصطلاح معتدلتر از خانم کلینتون هم. خانم کلینتون خیلی تندتر از همه است. دلایلش هم خیلی ساده. اولا زنه، میخواد ثابت کنه که من میتونم. برای اینکه یاد باشه تو این کشور به این سادگی زن رو قبول نمی کنن. این عمرای ارتش میدونی سیویل کلوفت نمیان به این سادگی نمیدونی به زن رو بردارن و ازش اطاعت بکنن و براش چیز بزنن. خب این باید واقعا قلدری کنه. این برای که بتونه با این به این ارتشی ها حاکم بشه باید اینا رو درگیر جنگ و دعوا کنه. اگر این ارتشی ها آروم بشینن سر جاشون و این بر اون بر هیچ کاری نکنن دیگه چیکار دارن به خانم کلینتون؟ هیچ کاری هم با خانم کلینتون نمیکنن، باید دعوا کنن. خب بنابراین خانم کلینتون به نظر من ارتش امریکا رو درگیر میکنه. حتی میتونم بگم که از زمان بوش هم بدتر. یاد باشه به نظر من بوش این اونچه که بود نمیشد اگر 9/11 سپتامبر 11 سپتامبر به وجود نمی اومد. شما بوش و پدر رو نگاه کنید. خب ببین بوش پسر که از بوش پدر که نمیتونست بدتر باشه، جوانتر و مدرنتر بود. بوش پدر جنگ شروع نکرد، دعوا نکرد. بوش پسر، خب بوش پدر رفت صدام حسین رو از کویت بیرون کرد ولی نرفت به عراق، اومد خونه. بوش پسر چرا رفت زد صدام حسین رو تو خونش؟ برای اینکه 9/11 اومد. 9/11 اون 11 سپتامبر وضعیتی ایجاد کرده بود تو این کشور که هر رئیس جمهوری بود، اوباما که سهله، عیسی مسیح بود رئیس جمهورشون، حتما این کار رو میکرد. البته گفته شده ایران هم خیلی ترغیبش کرد. حالا من اینا قبول ندارم. ایران ممکنه غیر مستقیم میدونید از ترس این که خودشو نزنن میدونیم اینا رو آدرس غلط داد. میدونی که میدونی یه جوکی هست تو این کشور، میگن که بوش میخواسته ایران رو بزنه، رفت عراق رو زد برای اینکه یه اشتباه هجی میگن اسپلین کرد، به جای ایران اینشو کیو کرد. یعنی میخواست دستور بده به جایی که بگه ایران گفت عراق. بله، خانم رایس هم جدیدن گفته بودن که قرار بوده قبل از عراق به ایران حمله بشه. دقیقا، اصلا بحث همین بود. برحال حالا کاری بایی ندارم، میخوام بگم که اما یه چیزی بگم. من خودم اعتقاد دارم که علت این که امریکا ایران به ایران حمله نکرد و نخواهد کرد و نمی کنه هم از این به بعد، هم به این حرفایی که برای جنگ با ایران و اینا میزنن شارلاتانبازیه، همش میخوان حکومت رو بترسونن ازش امتیاز بگیرن. مش میدید هیچ وقت در کار نبوده مگر فقط یک دو سه ماه بعد از جنگ با عراق. یه دو سه ماه تو همون محدوده ای که امریکا عراق رو گرفته بود، یعنی بوش پسر، اون موقع احتمالش زیاد بود که حکومت ترسید و اون گرند بارگن و اون معامله بزرگ رو پیشنهاد کرد و اینا. بعد از اون دیگه هیچ وقت واقعا نه بوش نه اوباما
و نه به نظر من کلینتون هیلری با ایران نمی جنگن. ایران اصلا کشوری نیست که اینا بخوان باش به این سادگی بجنگن. اصلا امریکا دیگه اون کشوری نیست که بخواد به این سادگی درگیری همچی جریانی بشه. آره کشورهای مثل سوریه که همه که اونجا همه چی به هم ریخته است. آره اگر ایران مثل سوریه بشه آره اون فرق میکنه، یعنی دعوا بشه کردا و لورا و آذریا و آره اون یه فرقه، ولی در وضعیتی که الان ما داریم نه، این اتفاق نخواهد افتاد. و بنابراین میخوام بگم که ما نترسیم از اینکه کی میخواد رئیس جمهور بشه. یاد باشه مشکل با مشکل ما خود ما هستیم. مشکل ما نه ترکیه است، نه عربان، نه اسرائیل، نه امریکا است. مشکل ایران خود ایرانه، همیشه همین بوده، هنوزم همینه. ما تو الان 3000 ساله می‌دونی که با دنیا درگیریم. ببین شما نگاه کن تاریخ ایران نگاه کن، درگیریاشو نگاه کن، بعد برو تاریخ چین رو نگاه کن یا تاریخ مصر رو نگاه کن. مصر همیشه پشت سر ایران قایم بود، هیچ وقت جنگ نمی‌کرد، خیلی کم همون منطقه ای. ایران نه ایران همینجور میدونید یه شمشیری داشت از کوروش داریوش و قبل از اون و بعد از اون همینجور میدونید کمبوجیه میره از ایران پا میشه میره مصر. ما میگم با تو چه؟ تو رو سننه بقول ترک آقا تو چه کاره هستی که بریگاه از اینجا پاشه بریم مصر؟ میگم اینجوری بود دیگه، ایران هنوز هم اینجوریه، نادرشاه پا میشه میره هند به جای اینکه بره کشور خودش درست کنه، برای اینکه مردمش گداگرسنه بودن. میدونم سه من میگن 300 کیلو نم چقدر 30 کیلو نم چقدر چشم کند درست، به خاطر اینکه بهش چیز نمیدادن، بهش مالیات نمیدادن، همین نادرشا. میخوام متاسفانه میخوام بگم مشکل خودمونن، خود ما هستیم، یه کشوری هستیم که مشکل داریم، یه کشوری هستیم که مریضیم، از نظر سیاسی مریضیم، فرهنگ سیاسی بیماری داریم. حالا در ما باید آدم شیم، و دیگه آدم شدیم، خودمون رو ساختیم، وقت دنیا هم احترام میذاره، عزت میذاره، نزدیک میشه به ما. ما تا وقتی که خودمون جیغ و داد و فحش بد بیرا با خودمون، بابا اصلا امریکا بد، اسرائیل بد، خب همه بد، داخل کشور این خودی و غیر خودی یعنی چی؟ یه عده آقا تو مذهبی نیستی پس نمیتونی وزیر بشی، تو مذهبی نیستی نمیتونی رئیس جمهور بشی، تو وزیر تو نمیتونی، نه هیچی نمیتونی بشی. آقا تو زنی باید فلان کارو بکنی، تو کردی باید اینجوری باشه. خب اینی که دیگه امریکا تقصیر نداره که، یعنی امریکا اومد ایرونی ها رو خودی و غیر خودی کرد. خب حالا در پیوند با همین رؤسای جمهور آمریکا که گفتیم، الان دیشب در استانبول یه حمله تروریستی رخ داده که 3 نفر به سمت مردم تیراندازی کردن و بعد جریقه‌های انتحاری منفجر کردن، 50 نفر رو کشتن، 150 نفر یا بیشتر حتی زخمی کردن. داعش هنوز مسئولیت رو به عهده نگرفته، اما تمام شواهد و ادعای دولت ترکیه نشون میده که کار داعش بوده. اول این سوال پیش میاد که داعش بوده یا PKK؟ داعش، داعش گفتن، گروه داعش. حالا اول این سوال پیش میاد که در مورد داعش، این وضعیت منطقه، این گروهی به نام داعش با این رفتار، با این ترورایی که انجام میده، آیا میشه گفت که این محصول مداخله جویی بوش در منطقه است یا محصول تعلل اوباما؟ محصول انقلاب اسلامیه. مثلا بگم ببینید، اصلا قبل از انقلاب اسلامی مشکلی وجود نداشت تو منطقه، نه داعشی بود، نه جنبش اسلامی چیزی بود، نه چیزی نبود، نه صادقانه دارم میگم، یک ایران یه انقلاب توش شد که منطقه رو به هم زد. ببینید ما دست کم نگیریم، خب قبل از بوش مگه منطقه آروم بود؟ یعنی چی؟ درسته که بوش و امریکایی‌ها، امریکا بابا اون منطقه، حالا تو میگی داعش، منطقه یک قرن زیر چکمه های انگلیس و فرانسه بود، مگه نه؟ مگه اینا کلونی اونا نبودن؟ خب چرا اون موقع داعش در نیومد؟ حد بهترین شکلش اخوان مسلمین بودن و چند تا نیروی دیگه و وهابیسم و اینا که خیلی هم ایدئولوگ بودن و کاری نداشتن. میخوام بگم که در ایران با انقلاب اسلامی دنیا عوض شد، این منطقه عوض شد. هر کس که انقلاب اسلامی رو فراموش کنه برای این اتفاقاتی که داره میفته اشتباه میکنه. اما خود انقلاب اسلامی محصول یک سری کارهای اشتباه و غلط امریکایی‌ها و اروپایی‌هاست. مثلا اگر کودتای 53 نبود و اگر اینا شاه رو اینقدر چیز نمی‌کردن، اگر میذاشتن
آقای مصدق پیروز بشه، یواش یواش جون بگیره، ملیگرایی ایران شکل بگیره، دموکراتی شکل بگیره، انقلاب اسلامی نمیشد. اگر انقلاب اسلامی نمیشد ایران ضعیف نمیشد. اگه ایران ضعیف نمیشد صدام حسین به ایران حمله نمیکرد. وقتی که صدام حسین به ایران حمله کرد و 8 سال جنگید، بدهکار شد، دید کار دیگه نمیتونه بکنه، رفت کویت، حمله کرد به کویت که اونجا بگیره خزانه ها رو برداره، میلیون ها دلار، میلیاردها دلار پول بگیره. اون باعث شد امریکا بره اون تو که اونا اونجا بیرون کنه. میدونید دیگه همینجا به قول امریکایی‌ها دامینو افکت، یکی بعد از دیگری اومد. خب میخوام بگم اما این جنبش اسلامی، به عنوان جنبش اسلامی به نظر من با انقلاب اسلامی با آقای خمینی شروع شد. با آقای خمینی واقعا آقای خمینی شیعه است، آقای خمینی ضد وهابیزمه، آقای خمینی ضد سلفیزمه، آقای خمینی ضد داعشه و فرهنگشون و فکرشونه. اما آقای خمینی یک جنبشی به وجود آورد، یک جنبش انقلابی اسلامی. این جنبش انقلابی اسلامی تو منطقه بیداری ایجاد کرد. اون وقت یه دفعه این مسلمانای منطقه که الان اسمشون رو می‌دونید داعش چی و اینا، اینا یه دفعه متوجه شدن که پس میشه مقاومت کرد، پس میشه به اصطلاح زور گفت، میشه، فقط نباید تو زور بشنفی. اینا اومدن متوجه شدن که یک قرن تغییر شدن، یک قرن انبارشون رو بردن، یک قرن تو سرشون زدن، حالا یواش یواش میگن نه الان وقت بیداریه. ببین یاد باشه جنبش آقای خمینی جنبش بیداری اسلامی بود و میخواست این جنبش در منطقه ملت مسلمان رو بیدار و به جنبش واداره که خودشو از شر کلونیالیستای قبلی به امپریالیستای الان، صهیونیستش، امپریالیستش، امریکاش، انگلیسش نجات بده. این توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، این چیز ساده ای نیست. بنابراین جمهوری اسلامی بنیانگذار فکر انقلاب و یعنی انقلاب اسلامیه. بعد از اون یک نیروهای دیگه اومدن مثل داعش و القاعده و النصره و فران و اینا که از طرف سنی وارد شدن. یعنی فکر میکنید که تحرکات و چون فکر میکنید که تحرکات و اون حمایت هایی که عربستان سعودی به عنوان مثال از این گروه انجام میده، حالا گفته میشه که انجام میده، اتهاماتی وجود داره که انجام میده، اگر درست باشه فکر میکنید این تحرکات عربستان سعودی و کشورهای سنی منطقه واکنشی هست به انقلاب اسلامی شیعه ایران؟ حتما اینجوری. ببینید یادتون باشه جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامی انقلابیه با مذهب شیعه. اینا ما شیعه هستیم، ما اسلامی نیستیم، که ما شیعه هستیم. شیعه یک مذهب درون اسلامه. عربا سنی ها اصلا شیعه را به عنوان مذهب حتی قبول هم ندارن. وهابیزم 130-140 سال عمر داره، نمیدونم یادم نیست، همین حدود هست، اینو اوایل قرن دیگه. وهابیزم ایدئولوژی سنی هاست. تصادفاً وهابیزم میگه دو تا حرف میزنه، یکی این که باید میگه باید برگردیم مثل همین سلفیا، برگردیم به اسلام اولیه. سلف یعنی گذشته، یعنی باید برگردیم به اسلام اولیه که در جمهوری اسلامی بهش میگفتن اسلام ناب محمدی. سلفیا دنبال اسلام ناب محمدی هن. همون اسلام ناب محمدی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد سالها. وهابیزم یک بخشی از این جریانه که تصادفاً اعتقاد داره شیعه خطرناک نیست، باید باشون زندگی کرد، اما شیعه همش خرافاته و اینا فکر میکنن که شیعه اسلامو خراب کرده با خرافاتش، یعنی سلفیا و مخصوصاً وهابیا. اونا هیچ وقت دنبال این نبودن که شیعه کشی کنن. شما نمیبینید تو تاریخ چیز که دعوا خیلی جدی باشه. تا قبل از اینکه انقلاب اسلامی که شد، بعد خب جریان دیگه فرق کرد. جمهوری اسلامی خواست انقلاب رو صادر کنه، شیعیزم رو عمده کرد با حزب الله، با این بر اون بر. بعد عربستان و کشورهای دیگه هم شروع کردن وارد میدون شدن. اونا هم شروع کردن وهابیزم و سلفیزم و بعدش از توشون القاعده و داعش و اینا در اومد، اونا رو عمده کردن. بله نظر من اینه که عربستان، همین ترکیه،
امارات، قطر، اینا بنیانگذارهای واقعی جریان داعش و همین القاعده و اینا هستن. به امریکا هم همینطور، القاعده تو امریکا، آقای بن لادن توی چیز در افغانستان به وجود اومد و جزء همکارای CIA بود. درسته. حالا ببخشید در مورد چیز، در مورد این مسئله داعش، ببینید یه بحثی هستش. پیش از این خب خیلی ها ترکیه رو متهم میکردن به حمایت داعش، در حداقل شرایط متهم میکردن به اینکه چشمش رو بسته به روی عبور مرور سلاح و پول داعش و اینها، منابع مالی داعش و منابع سلاح داعش. ترکیه میگفتن حداقل چیزی که اتهام، حداقل اتهامی که به ترکیه وارد میکردن این بود که چشمش رو بسته که داعش به راحتی بتونه سلاحش رو جابجا کنه و منابع مالی داشته باشه. خب حالا این سیاست ترکیه به نظر میاد که تا حدودی تغییر کرده، اما مسئله اینجاست که به نسبت همین تغییر میبینیم که خب حملات داعش هم به سمت ترکیه داره میاد، یعنی این کشور داره به سوی ناامنی میره. به نظر شما راه حل این کشورها چیه؟ چه کار باید بکنن در مقابل همچین گروه هایی؟ چون اگه بخوان کاری نداشته باشن که خب متهم میشن که حامی اینها هستن، اگر بخوان درگیر بشن که خب باید هزینه هاش رو مردمشون بپردازن. ببینید واقعیت اینه که خب این کشورها قربانی سیاست های غلط و فرصت طلبانه خودشونن. یعنی ترکیه به نظر من این آقای اردوغان تا 4-5 سال پیش خیلی خوب عمل میکرد، 5-6 سال پیش یک دفعه میدونید را کج کرد و شروع کرد به خیلی عوض میخوام جفتک زدن و کارهای بسیار بدبدی انجام داد و هم در داخل کشور هم در خارج کشور و به هم زیخت زندگی ترکا رو. اولین کاری که باید بشه به نظر من اردوغان باید استعفا بده، کشور بده دست سکولارا و نیروهای دموکراتیک و الان که داره سیاستش رو عوض میکنه چی درست نمیشه؟ الان که داره سیاستش رو عوض میکنه درست شدنی نیست؟ ببینید من اعتقاد دارم اونایی که مشکل ایجاد میکنن مشکل رو نمیتونه حل کنن. این خلاصه کلام به نظر من اردوغان مشکل ایجاد کرده، نمیتونه مشکل حل کنه. به همین اسد به نظر من بالاخره میره، فقط مسئله زمانه، دیر یا زود میره، نمیتونن اینا دیگه تموم شدن. اردوغان به نظر من هنوزم تموم نشده ولی میشه، باید هر چی زودتر خودشو بکشه بیرون. اگه من اردوغان باشم بلافاصله انتخابات میکنم، میکشم خودمو بیرون، میدونید نیروهای دیگه رو میارم وسط. اردوغان یه جایی حزب دموکرات در انتخابات اولش یک سال نیم پیش برد، اومد به همش زد، شلوغکاری کرد در انتخابات بعدی و نذاشت تو اونا بیان توش. خب کار احمقانه ای کرد. ببین اینا انحصار طلبی میکنن و این از طرف دیگه داعش بهش میگه آقا تو آقا مذهبی هستی، اسلامی هستی یا نیستی؟ اگه اسلامی هستی پس این چیه؟ اگه نیستی خب بگو. بنابراین داعش برای داعش ترکیه خیلی بدتر از یک کشور سکولار. درسته. ببخشید ببینید یه مسئله که همینجا پیش میاد، در ایران هم خیلی مطرح میشه، در خیلی از کشورها این دوگانه سازی انجام میشه، دوگانه امنیت و آزادی هستش. یعنی الان همین انحصار طلبی که شما دارید میگید، خیلی ها در همین ترکیه میگن که هرچه این انحصار طلبی دولت کمتر شه، از اون طرف امنیت هم کمتر میشه. مثل ببین انحصار طلبی با قدرت سازی فرق میکنه. ببین من صحبت از قدرت کردیم، یک کشور قدرتمند یک کشور دموکراتیک قانونمنده با انضباط، کشوری که ملتش پشت سرش. درسته، ولی نیاز به مردم دموکراتیک نداره. ببینید اینی که شما دارید میگید در مورد سوئیس، در مورد آمریکا، در مورد فرانسه صادقه. آیا در خاورمیانه هم چنین چیزی صادقه؟ آره صادقه. ببین من فکر کنم اون خاورمیانه رو خیلی دست کم میگیریم. ما اصلا به نظر من ایران میتونست خیلی دموکراتیک باشه اگه نیروهای غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیک میذاشتن. چرا؟ ببینید حتی اکثرش مدت تو سر هم میزنن. خب بزنن. ببین مگه انگلستان و اروپا و اینا همینجوری یک شبه دموکراتیک خب شدن؟ توی سر هم زدن نتیجهش سوریه نمیشه. نه من متاسفانه ما را از سوریه میترسونن همش. میدونید تو ایران هم همینجوری، اینا خودش مسئله شده. نه از من ببینید از سوریه نمی بگم. چرا؟ ببینید سوریه یه وضعیت خاصی داره، یه رئیس جمهور داره به نام بشار اسد. پدرش 40 سال یا 30 خورده ای سال رئیس جمهور بود،
خودش هم 20 خورده سال الان رئیس جمهوره. آخه مگه میشه یه حکومت جمهوری رئیس جمهور دائم العمر داشته باشه، خانوادگی داشته باشه؟ خب شالاتانه عزیز من، شما این آدم شالاتانه، این خانواده شالاتانه. مسئول بدبختی های سوریه خود خانواده اسده. یه دم دور برای خودشون جمع کردن میلیاردر و پولدار و اینا، یه دم میگفتن ما شیعه هستیم فلان هستیم سنی بدبخت و بیچاره و اینا رو گذاشتن کنار. عزیز من شما، آره اگر ایران هم مثل سوریه بکنه میشه، همه کشورها میشن، ایران هم میشه. اگر ما بخوایم همیشه به مردم بگیم تو خودی هستی، تو غیر خودی هستی، تو مذهبی نیستی، تو نمیدونم فیض اللهی نیستی، تو تندرو هستی، تو کندرو هستی، و یکی اصلاح طلبه، تو اصلا هیچکاره هستی، یکیش خودیه، یکی نخودیه. عزیز من اینجوری نمیشه. همه کشورهایی که اینجوری هستن به هم میریزن. ایران هم اگه بخواد ادامه بده به هم میریزه، هیچ شک توش نکن. دست من تو هم نیست، دست هیچ کس هم نیست، هیچ توطئه هم نیست، همش درونه. با یاد باشه اینهاش درونه. خارجی ها همیشه منتظرن که درون به هم بپاشه، ضعیف بشن که بتونن دیکته کنن. خیلی ساده است. امریکا از خدا میخواد ایران ضعیف بشه، به هم بریزه که بتونه دیکته کنه. در چیز هم همینجوریه، در اروپا هم همینجوریه، تو هر کشوری ضعیف بشه دیکته میکنن بهش. برای نکته که من دارم اینه که نه، من اعتقاد دارم که باید به مردم اعتماد کرد، مردم اعتقاد داشت. اونی که واقعا نمیشه به اینا اعتماد و اعتقاد کرد همین آدمایی هستن که قدرت دستشونه. مردم عادی که کاری نیست، بیچاره کاری نیستن که میرن هر چند سال یه رأی میدن، خیلی هم با نظم میرن رأی میدن میان، بعدش هم آخرش هم میرن به همونجا، به قول آقای زیبا کلام، بین بد و بدتر هی مرتب انتخاب میکنن. درست. دیگه از این ملت دیگه چه انتظار داری؟ این ملت، این ملت به هم میریزه چیش میشه؟ درسته. چی به هم میریزه؟ درسته. بعد حالا جنبش های منطقه کرد و آذری و لور و همه همیشه بوده. درست. هیچ وقت هم اینا جمع نرفتن. درسته. حالا در مورد همین کرد که گفتید، یه مسئله دیگه امنیتی ترکیه این حزب پکاکا و بمبگذاری است که انجام میده. ببینید مسئله اینجاست که یکی سوالی پیش میاد، اینه که گروهی که همش داره بمبگذاری انجام میده، بمبگذاری هم به عهده میگیره، خب مردم عادی دارن کشته میشن تو این کشور، همزمان میبینیم که متحدان ترکیه در اروپا اجازه میدن که پکاکا اونجا دفتر رسمی داشته باشه و فعالیت رسمی کنه. اول این سوال پیش میاد که خب این متحدان چه سیاست، واقعا چه کاری داره انجام میدن، چرا به یک گروهی که داره ترور انجام میده و ترور هم به عهده میگیره، مردم عادی رو به کشتن میده، اجازه فعالیت رسمی میدن؟ و از طرف دیگه میبینیم که خب در ایران هم که بعد از اومدن آقای روحانی یه معاون اقوام گذاشتن که آقای یونسی، که یه سری حقوقی مثلا جدیدن حق آموزش به زبان مادری در مدارس رو به کردها و دیگر اقوام دادن، ولی باز در نهایت میبینیم که در ایران هم کردها سلاح به دست گرفتن. فکر میکنید که این مبارزه کردها چقدر مبنای حقوقی و منطقی داره؟ و مثلا مسائل مثل و تموم شدن قرارداد سایکس پیکو چقدر روی تعییج کردا تاثیر گذاشته که فکر میکنن میتونن این جغرافیا رو عوض کنن؟ و فکر میکنید که چقدر مسئله مثل رفراندوم اسکاتلند مثلا در منطقه کردستان عملی هستش و میشه انجام داد؟ ببینید واقعیت اینه که کردهای ایران کمتر از همه کشور کردهای منطقه استثمار و استعمار شدن، ولی در این حال هم خب کرد، ببین کردها دو تا مشکل دارن، یه مشکل بهش میگم ذهنی و یک مشکل عینی. مشکل ذهنی کردها ناسیونالیسم کرده. کرد خودشو یه ملت میدونه، کرد خودشو به عنوان با فکر میکنه یه تاریخ خودشو داره، کرد زبان خودشو داره، احساسش اینه که یه ملته و یه جغرافیا هم داره که این جغرافیا رو تقسیمش کردن بین چهار تا کشور، ولی یه جغرافیای اونجا وجود داره به نام جغرافیای کرد. بنابراین کردا هم جغرافیاشو دارن، هم ملیتشون رو دارن، ملی گراییشون رو دارن. با همچی گروهی نمیشه به این سادگی کنار اومد. راهش به نظر من برای ایران دموکراتیکه. ببینید جنبش کرد تو ایران جنبش
به اصطلاح نه براندازی بوده نه جدای طلبی بوده. جنبش کردستان تو ایران همیشه یه جنبش دموکراتیک خب بوده. ببخشید، الان در مقابل، در پیش چشم ایران یک تجربه آقای اردوغان است که با کردها اومد کلی مذاکرات صلح انجام داد اینها، ولی باز هم آخر کردها به خونه اول خودشون برگشتن و سلاح به دست گرفتن. یه ذره تاریخ ایران به ترکیه سر کردها متفاوته. ببین کردای ترکیه اولا 30 و خورده میلیون نفرن و خیلی وسیع‌تر 5-6 برابر کردای ایران، حداقل 5 برابر کردای ایران. دو، ترکا تا این اواخر اصلا هیچ وقت قبول نکردن که اینا کردن، به اینا میگفتن ترک های کوهستانی، مانتن ترکس. فقط 5-6 ساله که مجلس گذروند قبول کردن که آقا یه چیزی به نام کرد تو ترکیه وجود داره. ببین خیلی مهمه ها، یعنی کردا رو تا همین چندین سال پیش ترکا به عنوان اصلا ملت کرد نمیشناختن، به اینا میگفتن ترک های کوهستانی. ایران همچی کاری نکرده، ایران از همون اولش همیشه کردستان کرد بوده، اصلا اسمش هم کردستانه، مثلا توی کردستان توی چیزی به نام کردستان به عنوان یک چیز منطقه نداریم توی نظر رسمی توی ترکیه، اسمای مختلف بهش دادن، دیار بکر نمیدونم چی. نکته ای که من دارم اینه که ایران خیلی متفاوت بوده و خیلی با کردا خیلی خوب اومده جلو. تنها وقتی که کردا واقعا جدایی طلب شدن وقتی بود، بعد از جنگ جهانی دوم بود که پیشوری اومد به یک جریان کمونیستی بود، جنبش دموکراتیک بود، به اونا میخواستن به اصطلاح حکومت مرکزی کمونیستی درست کنن. پیشوری اونجا اینور چیز بود، من پیشوری که تو چیز بود، من دارم کنم پیشوری توی آذربایجان بود، غازی محمد بود، نه اینجا غازی محمد بود فکر کنم. بعد اونجا کوچیک خان و حیدر مغلو و اینا بعدها، نه اون خیلی اون هم قبل از این بوده، اونا توی جنگ جهانی اول بودن. به هر حال ادامه همون جنبش دموکراتیکی بود که از گیلان شروع شد با عمو اغلو و با میرزا کوچک خان، بعد حزب توده به وجود اومد، بعد حزب توده منطقه‌ای توی آذربایجان و کردستان که قاضی محمد و پیشوریاب و اینا اومدن وسط، و بعد استالینی اومده بود و میخواست میدونید منطقه رو بگیره و از یرپا. ولی بعد از اون ما جنبش اصلی کردا کمله فرق میکرد مقدار، ولی حزب دموکراتیک کردستان هیچ وقت حزب تجزیه طلب نبود. ببخشید، خود همین احزاب کرد ایرانی الان معتقدن که بعد از انقلاب در دهه 60 مخصوصا خیلی سرکوب شدن. دهه 60 خورشیدی در ایران بعد از انقلاب کردا معتقدن که خب خیلی از اعضاشون اعدام شدن، ترور شدن بعد از انقلاب. دقیقاً ببین قبل از انقلاب شاه با بارزانی ها خیلی نزدیک بود، برای اینکه بارزانی ها با چیز جنگ میکردن، هم بارزانی بود هم اون چیز اون یکی طالبانی، اینا با صدام حسین دعوا داشتن، با عراق دعوا داشتن، اینا از دوستای نزدیک شاه بودن، شاه کلی بینا کمک میکرد، برای یک رابطه خیلی خوبی بین کردا به دولت مرکزی بود. بعد از انقلاب جنبش چپ ایران میدونید اومد یک جریان دموکراتیک بچگانه ای رو توی کشور راه انداخت، هم فقط توی کردستان هم نبود، ترکمن صحرا بود، آذربایجان بود، تا حتی تالش خود ما هم این اتفاق افتاد. اینا اومدن و سعی کردن که به اصطلاح ایالت‌های منطقه‌ای بسازن و اینا رو کمونیست کنن و از این حرفا، و جنبش کردها شروع شد اونجا و توی همون قد که به نظر من توی کردستان کشتن، توی ترکمن صحرا هم کشتن، یعنی فقط کردستان نبود، یه جریان خیلی متاسفانه از نظر تاریخی یه تراژدی که تراژدیه که این اتفاق افتاد بعد از انقلاب، که بعد یواش یواش این جریان، البته اون موقع صادق خلخالی بود و این دیوونه های اینجوری و آدم کش های نظیر اون اینا بودن، بالاخره جریان فرق کرد. الان در این 30 سال گذشته به نظر من جمهوری اسلامی به کردها زیاد بد نکرده، یعنی به هر حال همیشه کردها یک گروه هایی بودن که با حکومت مرکزی دعوا داشتن، هنوز هم دارن.
ولی یه بخش وسیعی از کردها عوض شده. می الان کردستان، اونایی که کردستان میرن میان میگن خیلی اصلا خب پس چرا متفاوته. دوباره سلاح به دست گرفتن؟ ببین عرض کردم شما کردها دو تا مشکل دارن، یه مشکل ذهنیه یه مشکل عینیه. مشکل عینیشون رو تقریبا تا حدودی جمهوری اسلامی حل کرده، داره حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی تبعیض اقتصادی، تبعیض ساختاری، اینفراستراکچر، زیربنایی، خیلی بینا رسیده، اونجا کار شده. برای اولین بار معاون رئیس جمهور، معاون آقای احمدی نژاد، یک کرد بود، آقای رحیمی. به هر حال یه کار اینجوری شد. ولی کردها یه مشکل دومی هم دارن، عینی نیست، فقط مالی نیست، فقط اقتصادی نیست، اون ذهنیه. یعنی اون ناسیونالیزم کردیه که درون یک عده خیلی قویه و قرار داره، وجود داره، یه ملت میگه من هستم. بعدش هم همزمان توی منطقه میدونید یه کردستان و عراق درست شده که تقریبا یه کشوره، امریکایی‌ها و اروپایی‌ها ازش 100% حمایت میکنن و تقریبا حتما اون جدا میشه. آلودی تقریبا همکنون جدا شده، چیزی نمونده. بعد اونور کردهای ترکیه اسلحه دارن، دارن دعوا میکنن. اونور کردهای سوریه هستش. خب کردهای ایران هم به هر حال دارن میبینن دیگه. اینا به نظر من بیشتر این تأثیر از دیگران میگیرن تا میگن از بغض معاویه نیست، یعنی از مشکلشون فقط کشور بسته حکومت داخلی که ایران نیست، از حب معاویه است. بغض از بغض معاویه نیست، حب از حب علی نیست، از بغض معاویه است. یعنی یعنی اینجوری نیست که اینا در واقع چون از ایران بعدشون میاد رفتن. واقعیت اینه که اونجا ترکیه، عراقی ها، سوری ها، داعشی ها، اینا دارن خیلی ظلم میگن، صدمه میزنن به کردها. بنابراین کردها همه جا عملا دارن یک صدا میشن به عنوان که این ملت خودشون رو حفظ کنن از داعش، از القاعده، از این سنی های دیوونه، از این سلفی ها، از این وهابی ها. بنابراین یه بخش عظیمی از این مشکلی که ایران الان از برای در مورد کردها میتونه داشته باشه واقعا از خود ایران نشأت نمیگیره، خب از خارج میاد. ببینید من به عنوان سوال آخر یه دوگانه ای رو در مورد این کردها مطرح کنم. ببینید یه مسئله هستش در مورد این کردها الان، اینا خب خیلی دوست دارن که تجزیهشن، یک چهارتاشون بشن یک کشور مستقل کردستان. از طرفی خب خیلی از این کشورها قبول نمیکنن تجزیه رو، یعنی هر چهار تا کشور تقریبا میشه گفت، حالا عراق که بالاخره خود به خود این اتفاق افتاده، سوریه که قدرتی نداره، اما ایران و ترکیه که حکومت مرکزی قدرتمند دارن خب این رو قبول نمیکنن و خیلی هم معتقدن که برای یک حاکم شاید بزرگترین ننگ در تاریخ این هستش که بخشی از خاکش تجزیه بشه و جدا بشه. این مسئله است. از طرفی نقطه مقابلش خب مثلا کردها میگن که چرا مثلا وقتی در جایی مثلا مثل اسکاتلند در همین دوره ما الان میان همه پرسی برگزار میکنن که مردم میخوان جداشن یا بمونن در بریتانیا، چرا کردها نباید چنین حقی داشته باشن؟ ببینید برای اولین بار نیست که اگر منطقه دوباره مرزاشو دوباره بکشن، اولین بار نخواهد بود، در گذشته هم بوده و احتمالا در آینده هم خواهد بود. یعنی هیچ کس تضمین نکرده که تمام کشورهای دنیا در آینده همین باشن که هستن. من حتی مطمئن نیستم امریکا 20 سال دیگه 15 سال دیگه همین بمونه. الان ممکنه مثلا واقعا میگم تگزاس بره، یعنی اینا خیلی ممکنه کالیفرنیا بره، اینا هر کدوم از اینا از بیشترین کشورهای دنیا بزرگترن. ولی اینا اومدن یک یونیون، یک اتحاد دموکراتیک دارن و فعلا دور هم هستن. کشورهایی که نمیتونن این اتحاد دموکراتیک به وجود بیارن در خطر تجزیه هستن. حالا چه امریکا بخواد، چه انگلستان بخواد یا نخواد، اینا در خطر هستن. خب اتفاق میتونه بیفته و اما چاره داره. چارهش اینه که خود اینا پیش قدم بشن، خب راه حل درست پیدا کنن
و این کش این اقوام رو، ملیت ها رو درون خودشون تلفیق کنن. میدونید متاسفانه خیلی از این کشورها هیچ تلفیقی درون نیروهای مختلف نیست. ببینید به اعتقاد من فعلا همینجور به نظر من الان حتما سوریه تجزیه میشه، حتما عراق تجزیه میشه، احتمالا یمن حتما تجزیه میشه. اوکی. بعد مطمئن نیستم لیبی تجزیه نشه، دو تا کشور نشه. خب الان ببخشید، این سوریه و عراق استفاده تجزیهش چه تأثیری روی ایران و ترکیه میذاره؟ ببینید بذار من اینو بگم، تقصیرش خیلی زیاد خواهد بود، حتما خود زیاد خواهد، برای اینکه تجزیه معناش اینه که در ترکیه و در عراق و در سوریه یک حکومت، یه دولت کرد به وجود خواهد اومد که این دوتا با هم یکی میشن، بنابراین شما یک حکومت کرد خواهید داشت. حالا ما هم اکنون در ایران آذربایجان داریم، یه حکومت آذری هم داریم و فعلا مشکلی نداشتیم، برای اینکه آذری ها با طبقات حاکمه ایران، اون حاکماشون خیلی تلفیقن، رهبر جمهوری اسلامی ترک آذریه. بنابراین میخوام بگم که اگر همچی اتفاقی بیفته، اگه کردها احساس بکنن توی قدرت کشور سهیمن، اگه لورا و بلوچا و عربا این احساس رو بکنن که تو قدرت شریکن، دیگه مرضی ندارن که اینا بیاد باشه. جنبش های قومی معمولا یا یه فرم تجزیه طلبی دارن، یک فرم خودگردانی دارن، یه فرم طبقاتی دارن. یعنی بعضی از این جنبش ها جنبش های طبقاتی هن. یعنی طبقات فقیر میخواد بر علیه ثروتمندا، چه اون ثروتمند کرد باشه، چه آذری باشه، چه فارس باشه، براش فرق نمیکنه، میخواد خودش رو نجات بده از دست استثمارگرش. یه جنبش هایی تو ایران این خیلی کم بوده متاسفانه. جنبش دوم جنبش خودگردانیه، یعنی اینا میخوان شریک باشن در قدرت و در این حال بخشی از حداقل تا اونجایی که ممکنه سرنوشت خودشون رو چیز کنم. یه چیز عادیه، تو سوئدش هم هست، توی انگلستانش هم هست، تو امریکا هست، همشون خودگردانن ایالت ها. چیز مهمی نیست، تو اسمش هم لازم نیست بذاری فدرال، هر اسمی خواهی بروش بذار، یعنی با در طریقت قدرت رو تقسیم میکنی، ولی در این حال یه قدرت مرکزی درست میکنی که این قدرت مرکزی همیشه به صورت یه چسب عمل میکنه. یعنی مثلا کردها نمیتونن ارتش داشته باشن، کردها نمیتونن پول داشته باشن، یعنی سیاست پولی داشته باشن، نمیتونن میدونید چیزای اینجوری داشته باشن، اما میتونن، ولی اما میتونن یه دونه پلیس شهری داشته باشن، میتونن زبان بخونن، میتونن مالیات خودشونو بگیرن، مثال میزنم. ولی این راه حل داره، خیلی چیزای دنیا باش رسیده، خیلی چیزای ساده. خب در همین ایران، ببخشید، در ایران در مورد همین چیزی که الان شما گفتید، در ایران یه اتهامی که از سوی حکومت مطرح میشه این هستش که فدرالیزمی که بعضی از کردها طلب میکنن قدم اول تجزیه هست. ببین مگه توی امریکا فدرالیزم به تجزیه منتهی شد؟ ببین امارات فدراله، 7 تا امیرنشین با هم یکی شدن، ایالات متحده امارات رو به وجود آوردن، درست شد؟ تجزیه هرگز هم چه تجزیه چی؟ اما اتفاقی که باید بیفته اینه که این متحدین میدونید بتونن خودشون ببین شریک باشن در قدرت مرکزی و قدرت محلی. ببینید در اون یه مقاله من نوشتم، نمیدونم خوندین یا نه، یه مقاله در مورد چند تا مقاله زیاد در مورد اقوام دارم، یه مقاله در مورد اقوام هم ایران، یه مقاله کلی هست. یه بحثم اینه که جنبش های قومی سوای اینکه این سه تا فرم دارن، اینا در زمان های خاصی فرماشون فرق میکنه. مثال میزنم، وقتی دولت مرکزی خیلی ضعیفه، یعنی اصلا وجود نداره، جنبش های قومی تجزیه طلب میشن. اگر دولت مرکزی خیلی قوی باشه، جنبش های قومی طبقاتی میشه. اگه جنبش های دولت مرکزی این چیزی این وسط باشه، اینا خودگردانی رو طلب میکنن.
نه این دموکراتیک باشه، گرگو نباشه، فلان باشه. اینا در ایران الان به نظر من این خطر اینه که اقوام ایران ممکنه احساسشون این باشه که دولت مرکزی ضعیفه یا حداقل اونقدر قوی نیست که باید باشه. این خیلی خطرناکه. یعنی اگر اقوام احساسشون این باشه که دولت مرکزی ایران قوی نیست یا نمیتونه برای چسب عمل کنه، خیلی برای ایران خطرناکه. بنابراین یک وضعیت تجزیه وقتی اتفاق میفته که دولت مرکزی قدرتشو از دست بده. و به همین دلیل من همیشه بحثم اینه که باید ما یه قدرت بزرگ مرکزی بسازیم. درست. اما این قدرت بزرگ مرکزی به صورت چسب عمل میکنه، نه به عنوان یه دیکتاتور و شمشیر. یه وقت تو چسب بیه که شمشیری، من میگم به صورت چسب عمل کن، مثلا شمشیر عمل نکن. برای به صورت چسب عمل کنی، باید اولین اتفاقی که باید بیفته توی قدرت اینا رو شریک کنی، اینا رو قانع کنی که تو دموکراتیکی، که نظرشون رو صاحبه، که تو نمیری همینجور پول مردم رو تو دنیا پخش کنی بدون اینکه کسی بدونه. تو نمیای جیب چهار تا بانک رو بانکدار رو پر کنی بدون اینکه هیچ کی بدونه. خب هر انسانی، کردم باشی، لور باشی، بلوچ باشی، فرق نمیکنه، فارس باشی، تالش باشی، مثل من خونش دوش میاد، میخواد بگه آقا یعنی چی، بگه من آدم نیستم، یعنی چی این کار، این کشوره، این که تو جیب مردم نیست که، این که خونت که نیست که، این خونت که نیست که، این کشوره، 80 میلیون آدم صاحبشن، تو که صاحبش نیستی که. به تو گفتن 4 سبه اونجا حکومت کن، به تو اعتماد کردن، به تو را امین کردن، به تو اطمینان کردن. تو باید مثل امین باشی، تو چشم همه باید باشی، تو نباید فقط چشم 4 تا بانکدار باشی و 4 تا سرمایه دار، باید چشم فقیر و فقرا باشی، چشم بلوچ باشی، عرب باشی، کرد باشی، لور باشی، آذری باشی، فارس باشی. درسته. حالا ببینید، بر اساس اتفاقی که داره روی زمین میفته این هستش که الان کردهای ایران حدود 1 هفته است که سلاح به دست گرفته و هر روز داره کشته میده از 2 طرف و این مبارزه مسلحانه ظاهرا هم گفتن که ادامه داره. از طرفی توی ترکیه خب میبینیم که کردها دارن بمبگذاری اینا میکنن و این مبارزهشون مسلحانه همجوری ادامه داره. از طرف دیگه داعش رو دیدیم که خب دیشب در ترکیه بمبگذاری کرد. در ایران هم الان داعش خراسان اعلام وجود کرده و به نظرتون آینده داعش و کردها در ایران و ترکیه چی است؟ آیا این دو کشور رو به ناامنی دارن پیش میرن؟ امیدوارم اینجوری نباشه. ببین بستگی داره. من یکی از نگرانی هام اینه که همیشه که عرض کردم داعش و کردها و نیروهای دیگه احساسی اینو داشته باشن، حتی احساسش آقا، که دولت های مرکزی ضعیف هست. ببین من یک دلیلی که با برجام مخالف بودم و هنوزم هستم، هیچ وقت از برجام حمایت نکردم، نمیدونم میدونی یا نه، من حمایت نکردم، مشروط کردم همیشه، میگه خیلی هم مخالفت نکردم مثل اون بقیه، چون برخورد سیاسی نکردم، برخورد نه انتقادی کردم. یک دلیلش این بود که برجام دولت جمهوری اسلامی رو ضعیف کرد. یعنی برای ببین چرا عربستان یک دفعه دم در آورد برای جمهوری اسلامی؟ به خاطر این نبود که ما سفارتشو گرفتیم، نه، عربا برای اولین بار متوجه شدن که جمهوری اسلامی اون قدرتی نیست که میگفت که میتونن به زانوش بیارن. یعنی عربا یه دفعه متوجه شدن که ایران ضعیفه. به یادتون باشه هر موقع ایران ضعیف شده دردسر براش ایجاد شده. اگر ایران ضعیف نمیشد بعد از انقلاب صدام حسین به ایران حمله نمیکرد. به محض اینکه ایران ضعیف بشه، هم اقوام، هم نیروهای داخلی، یعنی مخالفین و هم داعشی و غیر داعشیش شروع میکنن به مبارزه و سر صدا کردن. من نگرانیم الان اینه که کردا و داعشی ها، داعشی که جا خودشون داره، حالا بحث دیگری یه ذره، کردا مخصوصا به این نتیجه رسیده باشن که دولت مرکزی ضعیفه. خدا نکنه این نتیجه رو گرفته باشن. این نتیجه به نظر من درست نیست. درسته که برجام اون فکر ایران رو به هم ریخت، یعنی
اون چیزی رو که اون صلابتی رو که ایران به دنیا نشون میداد اونو دیگه نتونست نشون بده نداره. اون صلابت این بود که ما 38 سال گفتیم بعد به امریکا گفتیم بهت نمیگیم نمیتونیم با هم بگی بشین یا بتمرک بهم خورد. و الان یک وضعیت بسیار شکننده ای هست. جمهوری اسلامی باید هر چی سریع این احساس رو از بین ببره توی منطقه، هم با عربستان، هم با داعشیا، هم با کردا. اگر این کارو نکنه حتما ایران دچار در سر میشه. ترکیه دقیقا همین دلیله. عرض کردم آقای اردوغان تا 4-5 سال پیش یک قدرت بسیار مرکزی و قدرتمند ساخته بود و خیلی محترم، همه بهش احترام میذاشتن. تو منطقه یه بروبیایی داشت، تو دنیا یک بروبیایی داشت. یک جریان یک دفعه تا 4-5 سال گذشته یه دفعه افتاد. یعنی اصلا اون ابهت و اون وضعیت و اون وزنه تموم شد. حالا کردا، داعشیا و همه اینا که اون دوره برن از این حکومت یه حکومت ضعیف میبینن. اینا اعتقاد دارن که میشه اردوغان رو از بین برد، میشه اینا رو بزنن. الان میتونن، کردا میتونن، قدرتی اینا دارن که بتونن امتیازات زیادی بگیرن. یادتون باشه شما همیشه نیروهای کرد یا هر نیروی قومی دیگه وقتی وارد دعوا به دولت مرکزی میشه که فکرش این باشه که میتونه امتیاز بگیره، وگرنه باید دیوانه باشه که وارد دعوا بشه بعد بباسه جنبش. ممکنه یه نفر آدم، دو نفر آدم دیوانه باشه یا ده نفر، ولی مجموعه دیوانه نیست. همیشه حساب سود و زیانه. همیشه جنبش کرد وقتی در مقابل دولت مرکزی قرار میگیره مجموعهش حساب سود و زیان داره. اگر برم وارد صحنه بشم سودم زیاده یا ضررم یا زیانم. اگر چیزش این باشه، برداشتش این باشه که ضررش زیانش بیشتره نمیره، ولی اگه بدونه که سودش بیشتره میره، حتی یه ذره هم بیشتر باشه. این خیلی مهمه. این همیشه اینجوریه. این نیروها همیشه فکر سود و زیان. حالا کی سود میبره کی زیان میکنه، قدرت نسبیه. یعنی قدرتشو با دولت مرکزی میسنجه. اگه قدرت دولت مرکزی ازش احساس میکنه که ازش بیشتره، ضرر میکنه نمیره. به محض اینکه احساسش این باشه، به هرم تو بدت احساس میکنه آماره که جایی نیست که وزن بکنن، اندازه بگیرن این قدرت رو. همون احساس مهمه. میگن perception is reality، احساس گاهی واقعیت میشه. وقتی که احساس بکنه که دولت مرکزی ضعیفه، میره و شروع میکنه چه کار کردن؟ شروع کاری کردن. من الان نگرانیم اینه که وقت خدای نکرده نکنه کرا به این نتیجه رسیده باشن که دولت مرکزی در ایران داره ضعیف میشه. این خیلی خطرناکه. باید دولت به هر قیمتی شده این جریان رو عوض کنه. به با عربستان هم همینطوری، با عربا هم همینطوری. متاسفانه این احساس نباید بینا بدن. یعنی یاد باشه قدرت هم اون چیزی نیست که تو میگی. یعنی حالا سپاه و امنیت و رهبرا و بیان جیغ و داد بکنن که ما قوی هستیم، ما فلان هستیم، تو دهن اینو اون میزنیم، اونو بهش نمیگی قدرت. قدرت اون چیزیه که در عمل ظاهر میشه. درسته. ما 37 سال به امریکا گفتیم مرگ بر تو، بزنیم تو دهنش، بعدم رفتیم باش یه همچی معامله کردیم. در عمل معلوم شد ما چقدر قدرت داریم. در حرف هنوزم خیلی قدرت داریم. درسته. در عمل که اون نیستیم که میگفتیم هستیم. در مورد کردها هم همینجوری، در مورد عربا هم همینجوری. بنابراین باید دولت جمهوری اسلامی بسیار بسیار مواظب باشه که یه وقت نکنه این احساس و این درک رو تو منطقه ایجاد کنه که ضعیفه. بله. و اونم باید در عمل باشه. با حرف نمیشه، با شعار نمیشه. بله. خیلی سپاسگزارم وقتی که من دادید. مرسی.